با سلام و درود بینندگان عزیز خبر مهمی از یک مرجع اطلاعاتی و غیر رسمی داده شده که نشان میده روسیه در آستانه حمله اسرائیل به ایران یک هواپیمای اف 35 هسته‌ای اسرائیل سرنگون کرده بوده که می آمده به طرف ایران ای اولین بار است این خبر فاش میشه خبر دیگه است که روسیه ها جنگنده های سوخوی سی و به ایران قرار است تحویل بده حال جنگ تو تمام شد خصوصا بعد از فیصله اخیر کانگری امریکا که بودجه جنگ در چندین استقامت اینا اختصاص دادن و بر اولین بار یک, یک مقام پاکستان مقام سابق بلاول بوتو وزیر خارجی پاکستان قبل چند پیش ای آدم گفته که سقوط جمهوری افغانستان یک اشتباه بود بله ما امین نکتر رو میخواستیم که پاکستان بالاخره بگویه که سقوط جمهوری افغانستان یک اشتباه بود اما آل عواقب باز بعدا گپ میزنه. او اشتباه بود و پاکستان نیم قرن است که در افغانستان اشتباهات فاتحانه مگر انجام داده که اشتباه فاتحانه که اولین بار از ما اصطلاحش در در سیاست پاکستان نسبت به افغانستان میتونیم استعمال بکنیم در ادبیات سیاسی خب حالا اطلاعات دریافتی چی میگه اول که سربازان لبای 114 روسیه وایده جنگی اوکراین از یک شهر دیگه به نام سیمی... سیمیونوکا بیرون راندند یک شهر را در برنامه قبل یاد آور شدم که تصرف کردن این سیمیونوکا را تازه تصرف کردن این یک البته یک روستای الان اصطلاح ما شما که میگیم به سلام تو لوی ولسوالی نیست شهرستان نیست روستک مثلا بسیار بس مهم است در هر صورت پادگان اوکراینی در همسایگی منطقه بردیچی حال زیر زربه است ممکن است اینا هم از منطقه عقب نشینی بکنن میم سر خبر سرنگون کردن اواپیمای حسایی اف پنج اسرائیل و وسیله روسیه که هیچ کو گزارش نشد. پیپ اسکوبار یک منبع اطلاعاتی اعلام ناشده است در تلگرام این خبر داده چرا ما اسکوبار خبرایش ما معمولا انتخاب میکنم که همیشه وقتی که اینا اطلاعاتی دادن 70 80 درصد درست بوده یعنی که تجربه داریم از این میگه که یک اف سیو پنج از بوم حسدهی و شرق اردن از رای اسرائیل وارد شده بود که میامد از سوریه تر میشد میره به طرف ایران معمولیتش چی بوده؟ ایجاد یک انفجار در ارتفاع بالا بر فراز ایران بر ف... در به ف... صلاح در ارتفاع بسیار بالا که چی میشد هدفی بوده که کل آ... خطوط برق ایران اونا فلج بسازند فلج سازی کل خطوط برق ایران با ظرفیت بسیار بالا همین شبکه برق م... مکمل از کار تا هیچ وسایل الکترونیک سیستما کار نکنه خب چی بوده ای؟ ای اف سی پنج اسرائیل در حال خروج از حریم هوایی اردن بوده که توسط نیروهای هوایی روسیه سرنگون شده خب چی؟ ای حادثه از طرف هیچ منبع علنی نشد پاش نشده بود امو زمان یا امو چند روز اول بخاطر از که این بسیار بر آتش عظیم یک جنگ منطقهی دامن می زده یک حماقت بود و ای حماقت بود که اسرائیل مرتکب شده بود بالاخره همه طرف ها تصمیم گرفته بودن که اخبار واقعی پنهان بکنن نشر نکنن چرا؟ به خاطر ازی که اگر به بخ... منظور کاهش تنش اینا ای تدبیره در پیش نمی گرفتن ممکن بود جنگ سیام جهانی در بگیره روسا او را زدن تمام خب چی بوده در بین میگه که خب در بین بوده مواد جاسازی شده بود که کاملا محرز بوده که یک انفجار غیر هسته ای. انفجار غیر هسته ای با وسیله با با تشهشای گاما البته یک اصطلاح علمی اصطلاح هسته بسیار پیچیده است که در این برنامه ها گاما را آدم توضیح کرده نمیتونه چون یکی ما متخصص نیستم دیگه ای که به شکل خلاصه و فشرده تشعشع گاما تشریح نمیشه در این برنامه اما که گفتم میتونیم که تشعشع گاما بسیار خطرناک است و در هر هدفی که با کار گرفته میشه هدف کاملا مختل میکنه نابود میکنه یک چیز بسیار پیچیده است که تشهرشوی گاما اگر انفجار غیرحسی تشهرشوی گاما که صورت میگیره تمامی اهدافی که در نظر میباشه او را مختل میکنه از کار میاندازه و بسیار صدمات و عواقب دیگه هم داره یک انفجار حسدیی ایره در ارتفاع بالای یک منطقه یک شهر انجام میدن که مثلا یک صدمه هستهی که کل مردم بکشه نیست اگر مثلا اواپایم هم سقوط میکنه یک منطقه کوچکی را آلوده به مواد رادیواکتیو میکنه در این پیشتر گفتم که اونا هدفش شکستاندن یا این مثلا از کار انداختن کل شبکه برق یک منطقه می باشه که هدفش به ایران ای استعمال می که برق از بین ببرن وقتی که کل برقه خونسا بسازن در اون صورت اسرائیل هر کار میتانست وقتی که برق از بین ببرن نه رادار کار می کنید چی؟ اینی طور یک چیز بوده یه اسکوبار نوشته میکنه که ما میفهمیم که یک سلاح هستهی ای ایم پی همین سلاح هسته ای در های اسرائیل وجود داره و یکی دوتا هم نیست خب حالا سوالی بوده که خود اسکوبار سوال مطرح میکنه که ایره چطور روسا زد از کجا خبر شده بود میگه آیا امریکا روسا را از نقشه اسرائیل با خبر کرده بود چرا قسم اسرائیل حرف شنویش از امریکا بسیار کم شده بود و در جریان جنگ یک سوال است که آیا این سیگنال امریکایا و روسا داد که اینو بزنه خب به چرا امریکایی کار رو بکنه به خاطر اینکه امریکا نمیخواد حداقل تاسیسات نفتی ایران با بم هسته ای مثلا ای ام پی از بین بره در اون صورت انفجار قیمت نفت در دنیا می آه. متوجه میشید اگر این خبر تایید شود که اسرائیل دست به این کار زده بود عواقب بسیار جدی داره و من مطمئن هستم که ایرانی ها متوجه این گزارش اسکوبار پیپ اسکوبار شدن و میفهمند که با چه چیزی مواجه هستن با یک نگاه به میزان نفتی که مثلا ایران می فروشه از بین بردن سیستمای عرضه نفت ایران کل دنیا را موازنه اقتصادیش خراب میکنه بازارها را کل بر هم میزنه خب آیا ناتانیاهو درخواست بایدن بر استفاده نکردن از چیزهایی که در اختیارشان است نادیده گرفته بود که نمیفهمید که هواپیما از دست میره ممکن اتفاقی بیفته اما همه قدر میفهمیم که او میگه بایدن و یک تحلیل کرده بود که ما دست به کارای میزنیم که شما رو مجبور میکنیم که میلیارد ها دلار کمک به با ما باید در اختیار ما قرار بگیره که فیصله مجلس نمایندگان امریکا احتمالا ای که بودجه جنگ عاجل برای 26 میلیارد دلار به اسرائیل داد و 61 میلیارد دلار به اوکراین ممکن است مرتبط باشه با همین سرکشی های اسرائیل خب میم با طرف ایران این صبر استراتژی که ایران چی است این صبر استراتژی چطور یکدم با طرف جنگ با اسرائیل رفت و بسیار تند گزارشی است که میگه دلیلی تغییر صبر استراتژی که ایران روسیه است یعنی چی؟ یعنی که سال گذشته پوتین اعلام کرده بود که روسیه بعد از این به متحدان خود که علی هجمون امریکا می جنگن یعنی کوریای شمالی و ایران متحدان که میگن اگر در معرض تهدید قرار بگیرن با سلاح و فناوری های فوق پیشرفته نظامی ما در کنار اینا استاد میشیم اینا رو می میده سال گذشته پوتین گفته بود خب آل چی میشه؟ این تغییر آمده؟ از او زمان روسیه تمام تلاش خود برای کمک رسانی به ایران کرده خصوصا در تقویت شبکه دفاع هوایی و اثر بهتر عملات موشکی این موشکی به که دموش... نیاز به سامان های دفاع سنگین داره از طریق ارائه داده های ای یعنی همون مثلا مادل جی پی اس بسا پیش رفته یعنی امی چیز سپر استراتیجی که ایران هست. خاتمه داده؟ بله میتونم خاتمه داده باشه چرا پوتین ای کار کرد؟ با چرا بیشتر گفتیم که اگر متحدان گفته بود اگر متحدان ما تهدید میشه ما ای کار میکنیم حالا ای کار می کنم و کرده چرا امریکا از طریق جنگ اوکراین به سراحت اعلام کرده ایم. که ما به همکاری قشر سیاسی اولیگارشای های به مغز روسیه یک تهدید وجودی رو بر روسیه ایجاد میکنه یعنی وجودی چی؟ یعنی یک تحدیدی که از بین میبریمش متلاشیش میکنیم به چند کشور تقسیم شود دیگه ای ساختار رو هجمون باقی نمانه اینه. سال گذشته پوتین عزم جدید خود در مخالفت با دسیسه های امپراتوری امریکا در سراسر جهان اعلام کرده بود ما وقتی که خبر تحلیل میکنیم این خبر یک پیش زمینه می داشته باشه. خبر معمولا با با حد زدن آینده تعلیل نمیشه با مراجعه و پیش زمینه هایش میشه این پیش زمینه ها خب این تو یک چیز با ما میگه که روسیه حالا نقش دشمن سرسخت امریکا رو بازی میکنه گفته که به ایران کمک میکنه تا چی شد برابر از اینا دفاع بکنه. در مقابل چی شده؟ نگرش روسیه نزاد به اسرائیل سرد شده لحنشان هم تغییر کرده و لحنشان نسبت به اسرائیل دشمنانه است ساله مسکه اسرایل اسرائیل به مو اندازه تهدید میبینه که امریکا رو میبینه و بعد از این نسل کشی که در غزه کل جهان تکان داد و همه چیزها رو فاش کرده است به اون پس گرفتم نمیشه کس گفتم نمیتونه این دروغ است اسرائیل نسل کشی نکرده به خاطر که غذا چیزی نماند سی و هزار نفر کشته شده اما به اما دارای های مدنی اینجا کاملا تبدیل و خاک شد خب حالا فکر میشه که از روسیه ایران تشویق کرده که با ظرفیت های پیشرفتی که خودش هم توصیه داده در خود شجاعانه وارد جنگ شد خب چشم ماهوارهی روسیه با اینا است. از طریق چشم ماهواره های روسی هم و میدان جنگ نگاه میکنند. زمان فاقد می امکانات بدن آله هست دیگه. خب آله نه و این ترتیب نه ایران نه روسیه که نمیخوان جنگ مستقیم با امریکا داشته باشن او هزینه زیاد میشه سود ندارن اما از, احتمال چنین جنگی هم هیچ ترس ندارن چرا به خاطر دلایل زیاد اینا دارن که فکر کنن امریکا ممکن است در یک نقطه خاص یک روزی از منطقه چی کنه عقب نشینی کنه خو یعنی در فرجام تردیدی نیست که مسکو از سلاحهای های اسرائیل متعلی است از سلاح اسرائیل مطالعه است و اینمی روسیه احتمالا برنامه برای چیگونه برخورد بکنه با سلاح اسرائیل وجود داره داره در دست خود داره اگر روسیه بفهمه که اینا کجا با چی شکل حوادث توری بیاید و اینه ابزارهای دارد تا اونا رو از بین ببره خونسا کنه ایتا منفجر ساختن مثلا سلاح های خطرناک نمیشه خونسا کردنش ممکن است حالا به اینی درجه سر اسرائیل اینا چی کردن؟ تمرکز کردن خب شاید شما بگوین که خیلی چطور چی چی وقت روسیه به ساختهای دریایی و کلیدی اسرائیل ممکن است عملیات بکنه عمله شوه ما گفتیم که آینده را تصویر نمیشه از گذشته ما میتونیم تحلیل خدا برای ایجاد یک تصویر آینده بدهیم اگر اوزا تا او حد پیش بره و قرار باشه نیروی هوایی اسرائیل در معرض نابودی قرار بگیره اگر رقم یعنی اسرائیل وا بره از پا بیفته روسیه در از بین بردن پیشگیرانه پیش استونی تسلیحات اتمی اسرائیل یک لازم تردید نمیکنم ای چیزهایی است که خارج از گزارشات روزانه است میریم به با ایران بازم خبرگزاری دانشجو همین مرتبط با همین سخنان ما گفته که به نقل از ایران پرس نوشته کرده ایران پرس یک نشری اینترنتی بیشتر به اپوزیسیون ایران رب داره اونا گفتن نیروی اوایی ایران هفته آینده اولین محمولی جنگنده روسی سوخو سی و پنج دریافت میکنه از امکان به دور نیست این دو سه حمله بیشتر خب ایرانی ها عملاتی که بالایشان انجام شد و اسرائیل چی کرد که هیچ معلوم نشد که کجا رزدن تمام سربازان رسانهی اسرائیل میگن که او زد بسیار زد ماکم زد خلاص شد بسیار کاری بود اما این بیشتر با مقام ایرانی میگه که یک اسباب بازی بود که بچه های ما با او بازی میکنن ارزش نداشت اگر اسرائیل بخواه ماجرا جوی بکنه پاسخ داده خواهد شد که هرگز رو دیده نشده به این شکل خاصتا امیر عبدلایان وزیر خارجی ایران در مصاحبه با ان بی سی گفت که اتفاقی در اصفهان افتاد در واقع پرواز دو یا سه کوادکوپتر است کوادکوپتر همی ریز پرنده که میگن میگن مثل اسباب بازی است خود دقیق نیست مثلا اسرائیل و دنبال فضاسازی است چی است به شکل اما همه دست و ماش است همه به شمول اسرائیل اسرائیل رای جز جنگیدن نداره و رای جز حمله نداره یعنی اسرائیل اگر حمله نکنه دیگه یک موج برگشت تاریخی بر سرنوشتش آمده و رای پیش روی نداره بقا نداره ایتر منظور این عجیب است ما خود از از مثلا از تصویری که میتیم اگران با بشوهش میشیم متاسفانه چنین است میایم سر سخنان بلال بوتو وزیر خارجی پاکستان یادم میکنه سکوت دولت افغانستان اشتباه بود ما منتظر چنین چیزی بودیم که یک وقت سران پاکستان هم یک چیزی رو بگوین اشتباه بود مثلا وقتی که دولت دکتر نجیب سقوط دادن هیچ کدامشون نگفت که سقوط دولت دکتر نجیب اشتباه بود متوجه هستین وقتی که دیگه حکومت که آوردن این طرف و ای طرف حکومت ربانی سقوط کرد میفتن. ای تو نگفتن اما سقوط جمهوری افغانستان میگن اشتباه بود ای چرا؟ ای دیگه در پای افزایش عملات انتحاری ای گپه میزنه که در داخل پاکستان افزایش یافته پنج انجینیر چینایی را ترور کردن پنج جاپانی را هم عملیات انتحاری انجام داده بودن که جان و سلامت بودن اینا بسا تکان خوردن خب آله بلال بوتو از مردم پاکستان هست. از امران خان انتخاب کرده که این گویا امران خان در زمان حکومت خود زمین های سقوط جمهوری افغانستان فراهم کرده بود زمین سقوط CIA آیسای رژیم ایران روسیا روسیه چین همه اونا یک اجماع بود در سقوط جمهوری افغانستان تنها کار امران خان نبود بلاول بوتو بی خود عرف می زنن. اما بی خود چندان بی خود هم نیست بخاطر از یک عواقب نیم سقوط سقود همی بلایی که آمده زده به جان پاکستان اینی رو فکر نمی گدن. خب آلی گفته که اینا هزاران زندانی ره رها کردن و بالاخره و کلش به پاکستان آل خطر ایجاد کرده که باز کردن درای در زندان سقوط دولت افغانستان در پای داشت و بالاخره تعامل با تی تی پی میگه یک اشتباه بود خب اگر امران خان با تی تی پی تعامل کرد چی ها دستش میامد اینه مثلا حکومت جدید تعامل نمیکنه با تی تی پی اصلا که تی تی پی تعامل نمیکنه میگه خب وقتی که جمهوری در افغانستان سقوط میکنه ایوازش یک امارت صد درصد اسلامی میه حکومت خدا میه ای حکومت خدا چرا نباید در اسلام آباد بیه یعنی تنها باید در کابل بیه نی در اسلام آباد هم باید بیه اینطور دینی دام دامی که خودش پهن کرده بود امو تلا که ما شما میگیم خودش گرفته خب حالی بلاول بوتو خواهان از سرگیری مذاکرات و سی جانبه با کشورهای همسایه است و با مبارزه با تروریسم قصای مفتصاله تروریسم یک مرکز داره دیگه جای نیست که پاکستان است حال خود از اینا ترسیدن که این مرکز ترور ما صادر میکردیم حال از دیگه جای بالای ما صادر میشه بر ما شهروندان جاپان رو در کراچی زدن و سا... او که کشته شد یا نشد نتیجهش یک چیز است شوک شوکی که جبران نمیشه به ترتیب برای ای خبری که مقامات پاکستان میتن از ندامت میکشن از تحولاتی که در افغانستان رهبری کردن به خاطر زدن نظام و جامعه مدنی در افغانستان علاوه خودشان اونمو خطره که جمهوری را ساقط کرد خودشان گرفتار امو خطر شدن